عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش چهارم برنامه های زنده و مستقیم در تاریخ امروز سوم ماه ژوئیه سال 2018 میپردازیم. موضوع گفتگوی این جلسه به طوری که از جلسه اول آغاز شد برای توضیح در باره سوال مربوط به جوازی که به مسلمین داده شده در جنگ با دیگر اندیشان سوال شده که چطور قرآن در مورد رابطه با دیگر اندیشان چنین حکمی صادر کرده. برای پاسخ مشروع به این سوال مهم به سوره توبه که آیه های 28 و 29 و 30 و 31 از اونجا استخراج شده پرداختیم و تصمیم داشتیم و داریم که محیطی رو که در اون محیط این آیات نازل شده هم از نظر مخاطب آیه، هم از نظر موضوع آیه و هم از نظر موضعی که قرآن در مورد این موضوع اتخاذ میکنه با شما صحبت کرده باشیم که پاسخ اون سوالات رو خود قرآن در واقع به شما بدهد به جای اینکه من پاسخ بدهم. به آیه های اول و دوم از سوره توبه، سوره نهم قرآن، اشاره کردیم که درباره شرایط جنگ دفاعی مسلمین در مقابل مشرکین سخن میگوید که مسلمین مورد حمله قرار گرفتند و کار به ترک مخاصمه کشیده، در ترک مخاصمه به قرارداد و قرارداد زیر پا گذاشته شده و مسلمین دستور پیدا میکنند در این آیه که به کفار و مشرکین بگویند که بدانید ما مثل شما نیستیم که در ترک مخاصمه و بیخبر در نیمه شب شبیخون به ناموس ما بزنید. ما به شما اعلام میکنیم در کمال شهامت و جوانمردی که آقای مشرک، آقای کافر، آقای جنگجو، آقای مهاجم، من قرارداد ترک مخاصمه‌ای که با تو بستم باطل اعلام میکنم. بدان و آگاه باش که من با تو دارای تعهد نیستم. احساس امنیت نکن از من. قرارداد ترک مخاصمه رو زیر پا گذاشتی، قرارداد دیگه وجود نداره. این طور نباشه که فکر بکنی که هنوز هم یک طرف به قرارداد پابنده، طرف دیگر آزاده که تخلف بکنه. قسمت اول آیه. قسمت دوم آیه اشاره میکند که اگر که در ترک مخاصمه هستید، اگر در قرارداد آتش بس هستید، جنگ تمام نشده، صلح هم هنوز برقرار نشده، ولی آتش بسه، در همین آتش بس هم میتوانید که هر جا میخواهید مسافرت کنید، محدودیت ندارید، ما شما رو محاصره نکردیم، هر کجا میخواید برید برید. و بعد هم مواجه میشیم با ماهایی که در اونجا جنگ نمیشه کرد، چهار ماه نباید جنگ کرد، ما هم جنگ نمی کنیم. هنوز هم با وجودی که قراردادی با شما نداریم ولی احترام به این ماهای حرام میگذاریم و نمی جنگیم با شما. جنگ دفاعی مشروطه بر این که شما هم به ما حمله نکنید. ضمناً فکر نکنید که در این چهار ماه فرصت پیدا میکنید که تجهیز قوا کنید و لشکری درست کنید که بعد از این چهار ماه به ما حمله کنید. خداوند برای شما خاری و زاری و بدبختی خواهد آورد. این رو چه کسی؟ خدا به رسول میگوید که به اینها بگو. گفته رسول نیست، گفته محمد نیست، گفته من و شما هم نیست، امر خداست. باید اطاعت کرد و به اینها گفت که خدا چنین میگوید به من که به تو چنین بگویم. تصور نکن که از این ماه ها استفاده میکنی و خودت رو تجهیز میکنی. در آیه 903 میگوید که در این اعلان، علنی کردن و اعلام کردن، این طور است از آیات خدا و پیامبرش به مردم که در روز حج اکبر، در روزی که حج واجب یا حج بزرگ انجام می شده، خدا و پیامبرش در مورد مشرکان هیچ نوع
تعهدی ندارند. یعنی این تصور نکنید که ما موقعی که به حج میاییم و مشغول زیارت هستیم و داریم مراسم حج رو انجام میدیم، در اون زمان ما پابند به احرام هستیم در مقابل شما که تخلف کردید و در حالت احرام به ما حمله کردید، در خانه خدا به ما حمله کردید، ما رو مورد تجاوز قرار دادید، قرارداد ترک مخاصمه بستیم، به اون قرارداد هم خیانت کردید و بدون اخطار و اعلام قبلی به ما شبین خون زدید. تصور نکنید که در مقابل نقض قراردادی که کردید ما به قرارداد عدم مخاصمه در زمان حج پابند هستیم. در این کار این شرافت و مردانگی رو شما ببینید که میگه من مثل تو نیستم که به تو بگویم بله من قرارداد آتش بس رو قبول دارم، بس شب که خوابیدی به تو حمله کنم. من دارم به تو میگم اون حمله‌ای که تو کردی باعث ابطال قرارداد شده، قرارداد دیگه وجود نداره. حواست رو جمع بکن، هر لحظه به تو حمله میکنم در دفاع از خودم. حج غیر حج هیچ کدامش هم جلودار من نیست. این در واقع رحمی است که به او میکنه، اطلاعی است که به او میده، شرافت و مردانگی است که به خرج میده. میگه حتی در تصور این نباشه که اینها الان مشغول بزرگترین عبادت هستند، حج اکبر، بنابراین اینها دیگه حمله نمیکنن، ما به اینها حمله کنیم. خیر، در اون حالت هم مراقب تو هستیم که اگر هجوم بردی دفاع بکنیم. مطلع باش از این موضوع. برمیگرده به صداقت و احساس مسئولیت حتی در میدان جنگ نسبت به کسانی که به شما حمله کردن در درجه اول، در درجه اول شکست خوردن، اعلام ترک مخاصمه کردن، قرارداد بستید، رفتند و توطئه کردند و تقویت کردند خودشون رو و بدون خبر به شما حمله کردن در موقع آتش بس. به اینها بگو که ما مثل شما بیخبر هجوم نمیبریم، شبیخون نمی کنیم، ولی بدانید که بین ما قرارداد آتش بس ملغا شده است. پس اگر توبه کنید با این وجود، خیر شما در آن است. اما اگر از توبه سر باز زدید، توبه یعنی همینی که قول میدم دیگه این کارها رو نکنم، یه تعهد آتش باز، یه توبه، اما اگر از این توبه و از این قرارداد سر باز زدید، بدانید که شما قادر نیستید خدا رو به عجز و ناتوانی درآورید و به آنها بگو که خدا به شما وعده میدهد که خدا، نه من، خدا به شما عذاب دردناک وارد خواهد کرد. در این آیه نشان می‌دهد که بین مسلمین و مشرکین جنگ بوده، جنگ به آتش بس رسیده و طرفین متعهد به رعایت آتش بس شدند. بعد نشان می‌دهد که مشرکین تخلف کردند و به مسلمین هم دستور داده شده که شما هم با ایشان مجبور به تحمل تعهد نیستید. یعنی شکست تعهد و عدم رعایت تعهد از یک سو باعث اسقاط اعتبار تعهد در تمامی معنا میشه، در تمامی ظرفیت میشه. اینجور نیست که یک سوی قرارداد باطل بشه و سوی دیگر به عهده خودش باقی بمونه. در آیه شماره 4 از سوره نهم، در این آیه میگوید با این مشرکین که به شما حمله کرده اند و در ترک مخاصمه هم شبیخون زده اند، با اینها به دفاع بپردازید مگر مشرکینی که با آنها قرارداد بسته اید. مگر با مشرکینی که با آنها قرارداد بسته اید و از تعهد خود و از قرارداد خود تخلف نکردند. یه با اینها جنگ نکنید دیگه.
قرارداد بسته، پای قراردادش هم ایستاده. تو تخلف نکن، به این قرارداد احترام بگذار. تا زمانی این کار رو انجام بده که قرارداد رو نشکسته، نقض عهد نکرده، ترک مخاصمه تبدیل به شبیخون نشده و تا وقتی که از قرارداد تخلف نکرده و تا وقتی که بر ضد شما با دشمن شما متحد نشده. شما میگم بله من با شما نمی جنگم که، من آتش بس دادم، ولی الان قوم شماره سه با شما در حال جنگه، ما میریم با اونها متحد میشیم. توجه میکنید؟ میگه الان ما که با شما، ما خب قرارداد آتش بس داریم، خیلی خوب، ما با شما نمی جنگیم، ولی اجازه میدید که ما الان با قوه شماره سه که با شما در حال جنگه، ما بریم با اونها متحد بشیم، با دشمنان شما متحد بشیم و در ارتش اونها با شما بجنگیم. در این حالت پیمان صلح یا ترک مخاصمه رو اگه این کارها رو نکنن با اونها ادامه بده. در آیه شماره 5 میگوید که، در این آیه که سخن از مشرکین است که جنگ کردند، وارد آتش بس شدند، قرارداد ترک مخاصمه بستند، اون قرارداد رو هم زیر پا گذاشتند و به علت ورود به ماه‌های حرام جنگ متوقف شد. با پایان این حرمت، با پایان این 4 ماه، طبعا جنگ ادامه پیدا میکند و میگوید، قرآن میگوید در این حال با فتنه‌گران محاربه کنید. ملاحظه کنید در حال جنگیدن بودن. از آغاز اگر حساب بکنیم مسلمین به کار خودشون مشغول بودن، مشرکین به اینا حمله میکنن، از اینها میکشند، اسیر میبرند، تجاوز میکنند، هر کاری که میکنند. مسلمین با اینها به قرارداد می نشینند، ترک آتش بس، ترک مخاصمه قرارداد می بند. مشرکین دو مرتبه به اینها شبیخون می زنند برخلاف قرارداد آتش بس. مسلمین در مقابل اینها به دفاع برمی خیزند و به اینها اعلام می کنند که قرارداد دیگه بین ما نیست. ماهای حرام فرا می رسد. طبعا هر دو طرف به ماهای حرام احترام می گذاشتند، جنگ متوقف می شود. جنگ ادامه داره، ولی ماه‌های حرام باعث میشه که جنگ ادامه پیدا نکنه، ولی حالت جنگی وجود داره، صلحی بین اینها نیست. این نکته ظریف رو توجه بکنید که قرارداد آتش بس ملغا شده. از طرف مشرکین حمله کردند، قرارداد رو زیر پا گذاشتن، از طرف مسلمین هم به تبع تخلفی که از مشرکین دیدن اعلام کردن مطابق اینها بر کمال شرافت که آقای مشرک دیگه قراردادی بین ما نیست. پس جنگ به صورت رسمی و فعال و میدانی بین من و شما برقراره. تنها ماهای حرام مانع انجام فیزیکی این جنگ در میدان جنگ شده. حالا ماهای حرام که کنار میره، این دیوار مانع که کنار میره، خب جنگ تن به تن و روبرو ادامه داره. اون که قرارداد بسته نشده، کشتاری که از هم باید بکنن یا دفاعی که مسلمین در مقابل مشرکین باید بکنن، در حال جنگ بدون آتش بس، بدون ترک مخاصمه در میدان جنگ. میگه حالا بعد از اینکه این 4 ماه برطرف شد، اینها میان این گوشه و کنار پنهان میشن. در کجا؟ در میدان جنگ. هیچ نوع قرارداد و دفاعی اینجا الان مطرح نیست، هیچ نوع حمایتی برای دفاع کننده ها مطرح نیست. در میدان جنگ روبروی هم ایستادن. بعضی از این مشرکین باهوشتر هستن، اینجا و اونجا پنهان میشن، رخنه میکنن، از پشت سر به اینها حمله میکنن، در سوراخ ها خودشون رو پنهان میکنن، در خانه ها پنهان میکنن، به عنوان دوست وارد منطقه اینها میشن، در خانه های دوستان اینها پنهان میشن، میرن به خانه همسر اینها، به خانه خواهر اینها، مادر اینها، پدر اینها، خانه رو اشغال میکنن، در درون خانه کمین میکنن، در جبهه شما این سو، و شما از روبرو دارید با اینها میجنگید. اینها از پشت سر کمین کردند و در این 4 ماه
فرصت داشتن که بیایند و جنگ رو به پشت سر شما منتقل بکنن. زن و بچه شما رو به اسارت میبرن، خانه شما رو گرفتن، شهر شما رو گرفتن، شما از جلو دارید میجنگید، پشت سر پر از دشمنه. در سوراخ ها پنهان شدن، در خانه ها پنهان شدن، خانواده های شما رو به اسارت گرفتن، به گروگان گرفتن. ظاهرا شما اونها رو نمیبینید، شما برای اینکه در مقابل دارید میجنگید، پشت سرتون ببینید چه خبر، از پشت هم به شما حمله کردند، نه فقط از سینه و رو به رو با شما میجنگند. میگوید در این حالت، این رو به تمام دوستانی میگویم که بارها و بارها وقتی من در تلویزیون پارس بودم، وقتی به این آیه رسیدیم و وقتی به این قسمت رسیدیم، یا موقع آگهی فرا رسید یا به دیگر گویندگان اجازه صحبت داده شد یا به شوخی و مسخرگی بحث کشیده شد، به هر حال ما متوقف شدیم از طرح این آیه. در مدت 4 سالی که هفته یک بار من به تلویزیون پارس می رفتم، یک بار نگذاشتن که این آیه مطرح بشود. در مقابل ادعایی که اونها می کردن که آقا این هم قرآن شما دارید، میگه دنبال مشرک بگرد، تو هر سوراخی پیداش کردی بکش بیرون، مشرک رو و سرش رو ببر. این دین شما دارید؟ این آزادی عمل، این آزادی عقیده است، این احترام و تأمین دگراندیشه؟ از این جور حرفا. به محض اینکه می‌خواستیم پاسخ بدهیم، برنامه تعطیل می‌شد یا شوخی شروع می‌شد یا یک مرگی اتفاق می‌افتاد در برنامه که گفتن این حرفا متوقف می‌شد، ولی حمله کردن متوقف نمی‌شد. و اون کسی که میخواست راجع به این آیه صحبت بکنی که بله آقا در آیه شماره فلان قرآن نوشته که کفار رو هر جا دیدید از سوراخ‌هاشون بیرون بکشید و بکشید، گفته یا نگفته؟ آقا هر چی میخوای توضیح بدی که چرا گفته، کجا گفته، چه نه خیر، آقا این توضیحات رو بذارید کنار، گفته یا نگفته، آری یا خیر؟ خب گفته، تمام شد دیگه، سوال دیگه ندارم، اصلا سوال تمام شد سوالم. پس در قرآن گفته کفار را از سوراخ‌هاشون بیرون بکشید و بکشید، درسته؟ بله درسته. وقت این قرآن، این قرآن، این عدالت، این خداست، این چنین اون چنانه، پس این دین، وقت دین احترام به عقیده است، دین آزادی عقیده است، شروع میکنم به سخنرانی کردن. میگم آقا 3 آیه است قبل از این آیه، دوام بیار، دندان روی جگر بگذار، تحمل کن. 3 آیه ما قبل از این آیه، 30 آیه تا به حال خواندی، توهین کردی، فحش دادی. 3 آیه رو تحمل بکن تا ما برسیم به این آیه ای که مشرک رو از سوراخ بیرون میاره و میکشه، که در چه میدانی، در چه شرایطی، در چه صحنه‌ای این آیه حاکمیت پیدا میکنه، این آیه شامل میشه. حالا فرصت هست که در موردش صحبت بکنیم، اون چند ساله نبوده. با پایان این فرصت، جنگ 2 مرتبه آغاز میشه دیگه، 4 ماه تمام میشه، جنگ با شدت و حدت شروع میشه. این بار مشرکین هم روبروی شما هستند، هم در کنار شما هستند، دو طرف هم پشت سر شما هستند. 4 ماه وقت داشتن دیگه، احاطه کردن، محاصره کردن شما رو. در این حال با فتنه‌گران محاربه کنید، جنگ دفاعی کنید، و در صورتی که پنهان شده باشند، نه تسلیم شده باشند، مردم راجب تسلیم هم حالا صحبت میکنه قرآن، نه چون تسلیم شده باشند، یعنی آمده باشه جلو دستش رو بلند کرده، پرچم سفید نشون میده که من جنگ ندارم، در مورد اون حکم داره قرآن. اما این هرگز پرچم سفید بالا نبرده و اعلام صلح و تسلیم نکرده. صلح که نمیتواند یک سرباز اعلام بکند، ولی میتواند اعلام تسلیم شدن نکرده، ولی در یک سوراخی پنهان شده، در یک جای استراتژیک که از اونجا به شما حمله کنه، شبیخون بزنه. اینو میگه اگه پیداش کردی بکش. و چی بگه؟ بگه اگه در یک جایی پنهان شده، سنگر گرفته، در یک جایی خودش رو نهان کرده که در فرصت مناسب
بر شما بشوره و در واقع حمله کنه و شبیخون بزنه، شما اگه دیدینش نادیده بگیرین، بگین همینجا باش، هر وقت من حواسم پرت شد منو بکش. اسم این عدالته؟ اسم این شعور و معرفته؟ شما همینطوری می جنگید؟ قواعد جنگ تو تمام کشورهای دنیا همینطوره. الان قواعد جنگ اینه که اگه در میدان جنگ شما دشمن رو پیدا کردی، یه جایی کمین کرده، یک مقداری هم آش و آبگوشت براش ببرید بخوره، یا از کمینگاه بیرون بکشید بکشیدش. چرا رفته در کمینگاه؟ که چه بکنه در اونجا؟ شما رو حمایت بکنه؟ یا جنگ روبرو رو تبدیل به جنگ پشت سر بکنه؟ اون وقت با این کسی که نقض عهد میکنه، قرارداد آتش بس رو میشکنه، شب به جان و ناموس و مال شما حمله میکنه، هیچ نوع قانونی، هیچ نوع مانعی جلودار این شخص نیست. در کمال بیشرافتی و بیانصافی و بیرحمی فقط به شما شبیخون میزنه و حمله میکنه و حالا حمله رو از جلو منتقل کرده و حمله پشت سر و در سوراخ‌ها و سنگرها پنهان میشه. شما اگر تشخیص دادید و او رو پیدا کردید چه باید بکنید؟ تعظیم بکنید و ببخشید من شما رو دیدم، من رد میشم میرم جلو، شما هم از پشت تیری بزن تو سر من. چرا؟ برای اینکه آقای فلان در تلویزیون و پارس ایراد میگیره، برای همینه دیگه، نیست؟ آقا این چه دینی شما دارید؟ میگه کفار رو از سوراخ بیرون بکشید و بکشید. آقا کفار بدبخت در سوراخ‌های خودشون نشستن، مشغول هستن، ماست خودشون رو میخورن، آش خودشون رو میخورن. آقا این چه پیامی شما دارید؟ چه دینی شما دارید؟ چه دگراندیشی رو حمایت میکنید؟ به شما گفته خدا که برو بگرد هر کافری که نشسته بود آش و آب گوشت میخورد در هر سوراخی، او رو بکش بیرون و با خشم و نفرت سر او رو ببر راحت شو. این دین عدالت شما دارید؟ این دین مهربانی شما دارید؟ که کافر بدبخت تابستان بوده، گرم بوده، رفته زیر یه درخت نشسته، شما یک مرتبه که کافر رو میبینید بپرید بگیریدش، آش و آب گوشتش رو خودتون بخورید، سرش هم ببرید، با خشم هم ببرید، از تو سوراخ اگه پنهان شد از دست شما از سوراخ بیرون بیارید. اینجور تعبیراتی که شما با متن این قرآن، مال من نیست که، این قرآن رو شما بگیرید بخوانید ببینید غیر از این چی میفهمید از این قرآن. با پایان این چهار ماه حرمت جنگ ادامه پیدا می کند و می گوید در این حال با فتنه‌گران محاربه کنید در صورتی که پنهان شدند، ایشان را بیابید و به قتل برسانید. اما اگر باز توبه کردند، اما اگر باز توبه کردند و از خیانت دست برداشتند و نماز برپا داشتند، نماز برپا داشتند و مثل شما زکات پرداختند، راه بر ایشان گشاده گردانید. برای بار سومه که اینجا توبه میکنه و میگه من قول میدم که بعد از این هم نماز رو برپا بدارم، یعنی با شما هم عقیده هستم و مثل شما هم هزینه های جامعه رو میپردازم، مشارکت میکنم، همونطور که شما میپردازید من هم میپردازم، من دیگه با شما جنگ ندارم. میگه باز هم رهاش کن بره، راهگشایی هم براش بکن، کمکش هم بکن که برگرده به دنیای آزاد. در آیه شماره 6 میپردازد که میفرماید که آیه شماره 6 و اگر یکی از مشرکان، حالا هنوز میدان جنگ ها، اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، خیلی ها داره جنگ میکنه، یک مرتبه شمشیرشو میذاره زمین، میگه من به تو پناهنده شدم، منو نکش، من به تو پناهنده شدم. لغت پناهنده رو استفاده میکنه که پناه آوردم به تو، منو در حمایت خودت بگیر. شما ببین چه دستوری میده. و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده.
در کجا از شما پناه میخواد؟ معمولا در خیابان، در اتاق خواب، در مهمانی؟ چه احتیاجی در اونجا از شما پناه بخواد جز اینکه در میدان جنگ که در مقابل شما قرار گرفته از شما پناه میخواد، در حال کشته شدن، خطر کشته شدن براش داره، از شما پناه میخواد. یه جان منو حفظ بکن، من به تو پناهندم، من دیگه نمی جنگم. میگه همین توبه و تعهدش رو بپذیر، با همه خطراتی که دروغ و امکان دروغ گفتنش هست بپذیر ازش. هنوز همین دین، دین عدالت نیست؟ اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا رو بشنود، سپس او را به مکان امنش برسان. سپس او را به مکان امنش برسان. تو میدان جنگ میگه اگه به تو پناهنده شد، وظیفه تو که تا چند لحظه پیش کشتن این بود که دفاع کنی از جان و مال خودت و کسانی که وابسته به تو هستند. یک مملکتی چشم به تو داره، یک گروهی، یک نژادی، یک قبیله‌ای به تو نگاه میکنی که از اونها دفاع کنی، از زن و بچهشون دفاع کنی. میگه اگر که گفت من به تو پناهندم، نه تنها اسلحت رو زمین بگذار، نه تنها ترک مخاصمه کن با این، ولی گفت من با تو در جنگ نیستم، ضمناً در خطر هستم، منو برسون به یک جای امنی. الان که من با تو نمی جنگم، از طرف لشکر خودم در خطر هستم. هم جنگ رو متوقف کن، هم دفاع رو متوقف بکن، هم کمکش کن برسون این رو به محل امن. به تو سرباز دشمن رو ببر در محل امن، چون به تو پناهنده شد. این دین تجاوزه. و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به مکان امنش برسان. چرا؟ چرا؟ این چراش خیلی مهمه. چرا که ایشان قومی نادانند، جاهل هستند، نمیفهم احمق که چه میکنه. اما اگه به جایی رسید که تعهد کرد، که برای چندمین بار هم تعهد کرده، تعهدش رو شکسته، باز هم ازش قبول کن. در آیه شماره 7 میگوید چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده خدا عهدی تواند بود مگر با کسانی که در کنار مسجد الحرام با آنها پیمان بسته اید. باز هم میگه که اینها در حالت معمولی هرچی عهد میبندن همه رو زیر پا میگذارند. جانوران عجیبی هستند دیگه، عادت دارن به این که عهد خودشون رو بشکنن، هیچ به تعهد خودشون پایبند نیستند. میگوید اما اگر اینها، چون برای بت پرست ها هم مسجد الحرام مقدس و محترم بوده دیگه، حالا اونجا بت میگذاشتن، شما خدا گذاشتین، ولی به هر حال اون مکان برای هر دو طرف مقدس و معتبره. میگوید چون اینها بسیار بی اعتبار هستن، هر چی قرار داد میبندن که هیچ کدومشون عمل نمی کنن. اما اگر اینها اومدن در مقابل بیت الحرام، در مقابل خانه کعبه، اونجا اگر در اون مسجد، در اون سجدگاه که هم برای تو مقدس است، هم برای او مقدس است، اونجا اگر پیمان بستند و تعهد کردند، پس با شما بر سر عهد تا آنجا که پایدارند با آنان پایدار بمانید، زیرا خدا پرهیز کنندگان و اهل تقوا را دوست می‌دارد. در آیه شماره 8 می‌گوید چگونه برای آنان عهدی است، با اینکه اگر بر شما دست یابند در باره شما نه خویشاوندی را مراعات می‌کنند و نه تعهدی را.
این چه جور عهدیه؟ این چه جور قراردادیه؟ این چه جور پیمانه؟ امنیت است. چه امنیتی شما دارید در مقابل اینها؟ از اینکه یه چیزی رو قرارداد می‌بندید و امضا می‌کنید و قول می‌دید با این افرادی که از قول خودشون تخلف می‌کنند، از تعهد خودشون تخلف می‌کنند، با کسانی که اگر به شما دستشون برسه، خوب توجه بکنید، افرادی که اگر به شما دستشون برسه نه به شما رحم میکنن نه به خیشاوندان خودشون که با اونها تفاوت عقیده دارن. حالا شما که میگه جای خود دارید، به برادرش، به خواهرش، به مادرش، به پدرش اگر برسه که اینها عقاید مشرکانه مثل او را ندارن، با اونها هم به جنگ میپردازه، اونها را هم میکشه و به قتل میرسانه، تو که جای خود داری. به تعهد خونی و خیشی خودش هم وقعی نمیگذاره، اونها رو هم میکشه. با یک چنین جانوری شما طرف هستین، تو از این چه انتظاری داری که به تعهد خودش پابند باشه، پایدار باشه؟ به خون خودش پایدار نیستین در مقابل عقیده شیطانی که داره، در کشتاری که میکند، پدر و مادر خودش رو میکشه. تو در مقابل این جانور قرار داری. چگونه برای آنان عهد معتبری است، عهدی است، با اینکه اگر بر شما دست یابند درباره شما نه خویشاوندی را مراعات میکنند و نه تعهدی را. این افراد شما را با زبانشان راضی میکنند، درست مثل امروز، حرف مفت، حرف فریبنده، شما را با زبانشان راضی میکنند و حالان که دلهایشان امتناع می‌ورزد و بیشتر ایشان منحرف و کج روش هستند. در آیات شماره 9 و 10 می‌فرماید که آیات خدا را به بهای ناچیزی فروختند و مردم را از راه خداپرستی باز داشتند و به راستی آنان چه بد اعمالی انجام دادند. آیه شماره 10 درباره هیچ مؤمنی مراعات خویشاوندی و هیچ عهد و پیمانی را نمی کنند و ایشان همان تجاوزکاران و بدکاران هستند. با همه اینها پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات بدهند، در این صورت برادران دینی شما هستند، نه غلامان شما، نه کنیزان شما، نه اسیران شما، نه موالی شما، برادران شما هستند. و ما آیات خود را برای گروهی که می دانند به تفصیل بیان میکنیم، با اهل علم به تفصیل بیان میکنیم. و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خیش شکستند، حالا این مرتبه دیگه تعهد کارش رسیده به قسم، اینکه ای تعهد کردن شکستن، میگه حالا قسم بخور دیگه، ایشو بکنم، وسیله دیگه ای من ندارم، که سوگند میخوره به خدای یکتا، به بت یکتا، به گاو، به خرگوش، به مار و هر چی که میپرستن، تعهد میکنم و سوگند میخورم به مقدسات خودم، به همون مار و عقرب و موش و کلاغ و ابر و باران، هر چی که هست برام مقدسه، به اون مقدسات خودم قسم میخورم که این بار به توبه خودم پابند باشم، به تعهد خودم پابند باشم. و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خیش شکستند، باز هم پیمان بست و سوگند خورد، سوگندش را هم شکست و شما را در دینتان طعن زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، با کسانی که باعث این کارها هستند بجنگید، چرا که آنان
هیچ پیمانی رعایت نمی کنند. باشد مگر به وسیله دفاع شما در مقابل سران این مشرکین جنگجوی غیر عادل بتوانید که با این دفاع از پیمان شکنی در واقع باز بیستند. در آیه شماره 13، چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بران شدند که فرستاده خدا را بیرون کنند، از کجا؟ از خانه خدا. سوگند خورده بودند که ما دیگه جنگ نمی کنیم، ما دیگه حمله نمی کنیم، لااقل در خانه خدا در مسجد الحرام دیگه جنگ نمی کنیم. باز هم در خانه خدا سوگند خودشون رو شکستند، در همون مسجد الحرامی که اونها هم معتقد به تقدسش هستند، بر مؤمنان حمله کردند تا جایی که برای اینکه مسلمین تارمار نشوند و به طور کلی هلاک نشوند و از بین نروند، ترک خانه کعبه را کردند و در واقع مشرکین در جنگ تهاجمی دیگری همین رسول اکرم را از کعبه اخراج کردند و باعث فرار و بیرون آمدن او شدند. همین کسانی که سوگند خورده بودند و گفته بودند ما دیگه ترک مخاصمه دادیم، و آنان بودند، به این متن توجه بفرمایید، و آنان بودند که اول مرتن. الان یه کسی سوال میکنه که الان هی جنگ و دفاع، جنگ و دفاع، تعهد شکست، تعهد شکست، جنگ و دفاع، جنگ و دفاع. ما از کجا بفهمیم که در این سوره توبه کی جنگ شروع شده، کی دفاع شده، کی شروع کرده، کی دفاع کرده؟ ما از کجا بفهمیم؟ همین قرآن اشاره نمیکنه به این کار؟ چرا؟ که ما ببینیم اول دفعه این ماجراها که شروع شده و کار به این کشت و کشتارها رسیده از کجا شروع شده؟ کی اول دفعه جنگ رو شروع کرده؟ در اینجا قرآن میگوید که و آنان بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند. نمی جنگید چرا با ایشان؟ آیا می ترسید؟ یا اینکه اگر مؤمنید خدا سزاوارتر است که از او بترسید یا مشرکین؟ کسانی که اول جنگ رو شروع میکنن، یعنی مهاجم هستن دیگه، به شما وظیفه دفاع داده، مسئولیت دفاع، میگه شما باید دفاع بکنید. چرا دفاع نمی کنید؟ برای اینکه می ترسید؟ از اونا باید بترسید یا از قدرت خدا باید بترسید؟ پس شما چه اتکایی به خدا دارید؟ چه اتکایی به وعده های خدا دارید که میترسید با اینها به دفاع بپردازید؟ در دفاع با ایشان به دفاع بپردازید، با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب دهد و رسوا کند و شما را بر ایشان پیروزی بخشد و دلهای مؤمنان رو به آرامش بگرداند و خشم دلهایشان را ببرد، و خدا توبه هر کس را که مشی او بر آن قرار گیرد میپذیرد، و خدا دانای حکیم است. آیا پنداشته اید که به خود واگذار می شوید و خداوند کسانی را که از میان شما جهاد کرده و غیر از خدا و فرستاده او و مؤمنان محرم اسراری نگرفتند معلوم نمی دارد
و خدا به آنچه می کنید آگاه است. در این آیه قرآن می گوید که آیا شما می پندارید که شما به حال خودتون رها شدید، مستقل هستید از خدا؟ آیا کسانی از بین شما که در دفاع جهاد کردند، در دفاع جهاد کردند، نه در حمله، نه در انتحار، نه در کشتار افرادی که به شما حمله نکردند، نه در کشتار افراد بیگناهی که تنها ممکنه با شما تفاوت عقیده داشته باشند ولی کاری به شما نکردند، در دفاع حقانی، آیا کسانی از شما که در دفاع جهاد کردند و غیر از خدا و مؤمنان و فرستاده خدا، یعنی غیر از با خدا، غیر از با رسول و غیر از با مؤمنین، محرم اسراری نپذیرفتند، هیچ کسی رو سر رو با او در میان نگذاشتند؟ حالا میگن که اینجا الان باز دو مرتبه تفاوت قائل شده خدا. ملاحظه کنید در میدان جنگ باید چه بکند؟ باید با دشمن اسرار خودش رو مطرح بکند تا عدالت حفظ بشود؟ یعنی اسرار نظامی رو باید برای دشمن تعریف بکند تا معلوم بشود که اسلام دین آزادی است؟ آیا پنداشته اید کسانی که در دفاع جهاد می کنند و جز با خدا و رسول و مسلمین و مؤمنین هم پیمان خودشون اسرار رو مطرح نمی کنند، آیا خدا اینها رو شناسایی نمی کنه؟ آیا خدا اینها رو نمی شناسه؟ آیا بین اینها و بقیه تفاوتی نیست؟ و خدا با آنچه می کنید آگاه است. بعد در آیه 17 به یک موضوع بسیار اساسی اشاره می کند و آن این است که مشرکان را نرسد که مساجد را آباد کنند در حالی که به کفر خیش شهادت می دهند. آنانند که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودان خواهند بود. الان این کار می کنند یا نمی کنند؟ الان این کسانی که مسجد می سازند آیا شیطان پرست و بت پرست نیستن اکثر اونها؟ آیا فلان دولت که میگوید من در افغانستان دانشگاه نمیسازم، یعنی آقا شما 500 میلیون دلار، نیم میلیارد دلار میخوای در یک کشور فقیری که تمام نصف این کشور پر افغانستان پر از مسجده، شما میخوای در اینجا که مردم از کمبود مدرسه و از زیاد بودن مسجد رنج میبرن؟ چون بالاخره این مسجد محل مصرف سرمایه های مردم دیگه، نگه داشتن مسجد پول میخواد، هزینه میخواد. این محلی که ساختید یک باریست بر دوش این مردم بدبخت و فقیر افغانستان، هنوز هم دارن مسجد میسازن. حالا یه کسی پیدا شده، یک دولتی که من نیم میلیارد دلار میخوام هزینه کنم مسجد بزرگترین مسجد دنیا رو برای شما بسازم، حوزه بسازم، چه بکنم؟ گفتن آقا نمیخواد شما مسجد به این بزرگی، 10% این پول رو بذار یک مدرسه بساز. گفت ما مدرسه بلد نیستیم بسازیم، ما همه مسجد میسازیم. حالا میگوید که چه بکنند؟ انتحار یاد مردم بدهد، آدم کشی یاد مردم بدهد، به بچه 5 ساله یاد بدهد که چطور با اسلحه آدم بکشد، به بچه 11 ساله یاد بدهد که چطور سر ببرد. مسجد برای اون کار درست میکنند. میگوید کسانی که مسجد رو میسازند و آباد میکنند باید کسانی باشند که معتقد به قرآن و توحید باشند، معتقد به عبادت باشند، معتقد به اطاعت از خدا باشند، و کسانی که زیر سایه کفر مسجد میسازند و در حال تکفیر و کفرگویی هستند، کافر هستند با اعمالشون و اینها خلاف قرآن عمل میکنند اما مسجد میسازند، اینها اجازه ندارند که مسجد بسازند. مسجد هم در واقع برای اینها یک پایگاه نظامیه، یک پایگاهی است که به نام مسجد در اونجا پنهان میشن، در اونجا
در واقع اسکان پیدا میکنن، شالوده پیدا میکنن و یک پادگان نظامی میشه برای اینکه بجنگن با مسلمین و به عنوان مسلم وارد اونجا میشن در حالی که کافر و مشرک مطلق هستند. مساجد خدا را تنها کسانی باید آباد کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده، نماز برپا داشته و زکات میدهند و جز از خدا از هیچ کس خوف و هراسی ندارند و فقط نسبت به خدا تقوا دارند. پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند. در آیه شماره 19 به نوعی حمله های نفوذی و سیاست های نفوذی اشاره میکنه که امروز هم در بین مشرکین و در بین کفار کسانی هستند که با حمایت از بعضی از حرکت های اسلامی، با در واقع کمک کردن ظاهری به مسلمین، به ساختن مسجد، به برنامه های تلویزیونی، به کارهایی که گاهی از اوقات تهیه لباس، خوراک، با این وسایل جلو میان و در واقع نفوذ میکنند به عنوان عوامل نفوذی در داخل اسلام و از داخل شروع میکنند به عنوان مسلمان، به عنوان معلم، به عنوان قرآن شناس به ویران کردن و منفجر کردن پایه ها و ارزش های دین. اینها رو میگوید که کسانی که با سیراب ساختن حاجیان، حالا خود این مشرکه، خود این بت پرسته، در جنگ های دفاعی از این خانه کعبه بیرونش کردند، حالا این مرتبه کوزه دستش گرفته، این حاجی هایی که میان اونجا برای زیارت و تابستان و گرم و هرچه از دشنشون میشه سقا شده و مسجد الحرام رو هم سعی میکنه که آباد بکنه. امروز هم شما ببینید نمونه همین آدم ها همین خانه کعبه رو چطور آباد میکنن، چطور تبدیلش کردن به یک چیزی شبیه، یه خورده بالا و پایین نگاه بکنید، درست مثل لاس وگاسش کردن با این ساختمان های عجیب غریبی که دورش ساختن. دو تا عکس شما بندازید، یک عکس از مسجد الحرام امروز با ساختمان های دورش، با اون ساعت و با اون کارهای تزئینی و با این کارهایی که خدا چه احتیاجی به این کارهای شما داره. این همین است که قرآن میگه که به عنوان آباد کردن مسجد الحرام و آب دادن به حاجی ها، کمک کردن به حاجی ها، یک مش افراد مشرک و منکر خدا و کافر واقعی زیر لباس کمک کردن به اسلام، ساختمان کردن در مسجد الحرام و کمک کردن و توسعه به امور حاجیان. ما که مشغول خدمت هستیم که تمامی آسمون خراش های دور خانه کعبه رو ما ساختیم، آباد کردیم اونجا رو دیگه. آیا خانه کعبه محلی است که به این نوع آبادی های تو احتیاج داره؟ جای دیگه نیست که آباد بکنی؟ این هتل ها و این تشکیلات و با بقیه چیزهایی که حالا نمیخوام بگم، همه اینها رو که راه انداختید اونجا. قرآن میگوید که آیا سیراب ساختن حاجیان در اون وقت تنها کاری که میتونستن بکنن بود که به حاجی آب بدن، کوزه آب ببرن بدن به اونها بخورن و بعدم اونجا رو آباد بکنن، یه خاکش رو جارو بکنن، یه چادری بزنن. این کارها رو میگه شما ها فکر میکنید که این کارها خداپرستیه؟ آیا این کار شما با کار کسانی که در دفاع از جنگ های تهاجمی جهاد میکنند، در دفاع جهاد میکنند، آیا فکر میکنید که این دوتا با هم یکسان هستند؟ کسانی که از ارزش های قرآن دفاع میکنند و در مقابل حمله به ارزش های قرآن، حالا نه فقط جنگ های میدانی، حمله به جنگ های به ارزش های قرآنی دفاع می کنند، هر کدام از شما بیننده ها که یک پنی به این شبکه کمک کرده اید که بتواند این شبکه روی پای خودش بیستد در مقابل حمله های دائمی که به قرآن می شود دفاع کند از منافع حقه اسلام،
در واقع شما در اون جهاد مشارکت داشتید. جهاد این نیست که ما آدمها رو بکشیم. قرآن در اینجا میگوید کسانی که در راه خدا جهاد میکنند. چطور در راه خدا جهاد میکنند؟ جهاد رو در کنار ساختن مسجد الحرام و در کنار تأمین کردن خوراک و آب و پوشاک و شرایط زندگی حاجی ها میگوید یک گروهی هستن که برای حاجی ها حالا هتل میگیره، نمیدونم حمله داری میکنه، چادر میزنه، چه میکنه، آبی هم به اینا میده بخورن، خوراکی هم میده، اونجا هم اگه احتیاجی به ساختمانی داشته باشه ساختمانی هم میکنه. آیا این شخص که گفتیم نباید این دست به مسجد بزنه مگر اینکه مؤمن باشه، نه اینکه به مسجد راه ندن غیر مسلم رو؟ غیر مسلم کسی که با اسلام در حال جنگ اجازه نداره که وسیله بکنه مسجد رو، ساختن مسجد رو وسیله جاسوسی بکنه و به اون ترتیب نفوذی بکنه در داخل اسلام، اون رو میگه قبول نمی کنه. نه اینکه اگر یک کسی زردشتی بود اجازه نداشته باشه که به مسجد بره. اونها رو هم همین ها درست کردن، خودشون درست کردن، خود همین کفار درست کردن که ما کفار رو به مسجد راه نمیدن، بریم اونجا میخوایم ایمان بیاریم. برید ایمان بیارید، هم جنس های خودتون در اونجا مانع میشن که شما به اونجا بروید، نه مسلمانان واقعی. اما میگوید آیا این کفاری که بیت الحرام رو، مسجد الحرام رو آباد میکنند، میگه کار اینها کفر، کار اینها جنگ محاربه با خداست. این قرآن میگه که کار اینها محاربه با خداست. کی؟ کسانی که خانه خدا را آباد میکنند، محاربه با خدا میکنند. کسانی که به این حاجی ها کمک میکنند، اینها هم محاربه با خدا میکنند. چرا؟ چون اینها از قرآن دفاع نمیکنند، از اسلام دفاع نمیکنند، اینها در واقع به اسلام دارن حمله میکنند. میگوید آیا کار اینها با کاری کسانی که در راه دفاع از اون چرکاری خدا امر کرده جهاد میکنن؟ جهاد همین اتفاقی است که در الان میفته، که یک نفر در مقابل پادشاه یک کشور متجاوزی بیسته و بگه تو متجاوز به خانه کعبه هستی، هر کاری میخوای بکنی بکن. این قرآن به تو اشاره میکند که آباد کردن مسجد الحرام و حمایت کردن از حاجی ها در سفر به حج، خود اون هم محاربه با خداست به موجب این آیه قرآن. وقتی نیت کثیف در دل داری، آیا میگه کار تو با کار کسی که جهاد میکنه؟ این امکانات تو رو نداره، این ثروت تو رو هم نداره، ولی ایستاده مثل شما مردم، ایستاده با همین قدرت ناچیزی که داره برای اطاعت امر خدا در حال جهاد دفاعی به سر میبره، برای حفظ ارزش‌های قرآن و برای جلوگیری کردن از بدآموزی قرآن ایستاده. آیا شما هر دو اینها رو یکی میدانید؟ ما فرصتمون در اینجا به پایان میرسه و اعلام خداحافظی میکنم با شما. ما ساعت 3 بعد از ظهر 25 دقیقه دیگه باز میگردیم و ادامه این برنامه رو در فیسبوک جدید در واقع با شما آغاز میکنیم. اتاق فرمان به ما اجازه خداحافظی بدید. از توجه و حمایت شما هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم. 25 دقیقه دیگه، حدود نیم ساعت دیگه باز میگردیم و با شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدار شما باشه.